مسواک، حوله، پتو و لوازم شخصی یادتون نره. هر کسی دارو میخوره با خودش بیاره. چند نفر؟ دو نفر. شبا کجا میخوابیم آقا ماشاءالله؟ تو تکیه. آگه مسافرخونه نمیریم؟ نه، میریم هتل کنتینانتال. 65 تومن داده مسافرخونه هم میخواد. تو تکیه همه خیاری میخوابیم. زنا یه بر خیاری، مردا یه بر خیاری. همه عین هم. نمیشه که. ما میخوایم خانوادگی بخوابیم. اون مال سفر فرانسه است. ما داریم میریم سیاحت. ما اصلا که نمیریم که. تکلیف ما که میخوایم بریم اصلا چی میشه؟ بابا یکی جمع بکنه این بچه رو. همه رو نجس کرد. احترام خانم، من 100 دفعه به شما گفتم یه دونه از این میکروفونای بی سیم برای من بگید بتونم برم توی جماعت رابطه نفس به نفس داشته باشم. و اما در مورد شما، عروس کجاست؟ منم. با اجازتون میخوایم با یه تیر دو نشون بزنی. پس واقعا میخوان چیز کنی؟ خیلی خوب، سفر ضیافت سیاحت محسوسی یه کارش میگه. زوار عزیز، با توجه به متغیر بودن آب و هوای این فصل لباس گرم یادتون نره. یک پتوی سبک هم با خودتون بیارین ضرر نداره. اونهایی که بارون اذیتشون میکنه چتر و بارونی هم بجم احترام خانم داره میاد پایین ها ایرونی ها رو بکن فقط ستاره داره رو بچست اومدم. الو سلام داداش، خوبین شما؟ پوپک خوبه؟ پوپک صدا نمیاد؟ محسن این هدست رو درست نکردی ها؟ مال ویندوزه، ورژنش قدیمیه، سرجش نمیکنه. بده من. این که اصلا دیسکانته. الان کانت میشه. داداش صدا میاد؟ خب وب تو روشن کن. میگم وب بده. دلم برات تنگ شده. I miss you. میس هزار ماشالله، هزار ماشالله داداش. چی؟ محسن این که دوباره خراب شد که. بده ببینم چشه. بزن من از این وسط بزنم رو اسپیچه. خیال تخش. خواهر صدا میاد؟ بفر. بله بله، من از الان دارم واسه دو سه هفته دیگه که پوپک جون میاد لحظه شماری میکنم. بله همینو میخواستم بگم. هستی خواهر؟ بله هستم. میگفتم پوپک برنامه‌اش عوض شده. داداش مصطفی دیسی شد؟ آره دیگه دیسکانت شد. من دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم. تا هیچ فری کار خودته. اصلا و ابدا نمیشه، امکان نداره. نفر
این هر وقت کالک شد منو خبر کن. چی شده ماشاءالله؟ همه چیز از قبل پیش بینی شده. برنامه ریزی ما رو به هم نریزین. من چیکار به برنامه ریزی شما دارم؟ خودتون واسه خواهش کنم یه لطفی کنید. خانم لطموز نداریم. اینقدر با من چونه نزنید. اینجا که بدکاری نیست. ما اینجا پارتی بازی نمی‌کنیم. پارتی بازی چیه؟ من میگم ما دو نفریم، دو تا صندلی هم بستمونه. منم میگم خانم نمیشه. شما خودت تنهایی دو تا صندلی برات کمه. ما آقامون لاغر جا میشیم. افراد خانم شما باید سه تا بلیت بگیریم. دو تا برای خود تو، یکم برای شوهرتون. من یه صندلی برام زیاده. کنار خانم جا میشم. عادت دارم. شما عادت دارین. صندلی که عادت نداره میشکنه. با درست صحبت کنم. مثلا اگر درست صحبت نکنم چه غلطی میخوای بکنی؟ به خانمم میگم بزنه زیر گوشت که پس بیافتی. منو از زنت میترسونی؟ زوار محترم یک دقیقه منو ببخشید. احترام خانم یه لحظه اینو لطفا بگیرید. چی میگی ها؟ منو برد بالا بزنش دیگه. من که نمیتونم. شوهر چرا منو نگاه میکنی؟ پر رو بازی تو به کشتنش داد. من بغلش بکنم؟ خب پولش کن ببریمش بیمارستان دیگه. تواناییشو ندارم، سنگینه، نمیتونم بلندش کنم. محسن بیا. هیچ کس حق نداره دست بزنه. دست نزنین آقا، فقط بهاره. باچه بری، بیا یه جور از همین پس پر بخو برو، ماشالله نبیندی تو، بجو چی شده؟ احترام خانم آهای آهای تو ببینم، چیه دستت گرفتی؟ هیچی دیسکه؟ بله از اونا؟ نه، آموزشیه. بده ببینم. بری کنار، بری کنار. اینا اکیپی، اینو بلندش کنی؟ همینجوری حمالی بندازیمش کت من. خبون شده اینجا رو بنده اینجا چی کار میکنی؟ بلنشو ببینم، نامحرمی. بگو بابا، بابا ضرب مغزی هم شد، اشکالی نداره، کسی ندید. بلندش کنید. تعمال کنید منم بیام. تو دیگه چی میگی؟ زنم باید بیام. جا نداریم، یه تاکسی بگی پشت سر ما بیا. پیکان مینی بوس که نیستش که. میشینم رو پاش، عادت داریم. وایسا منم میام. تونتر برو دیگه، زن عزیزتر از جونم مثل گل داره پرپر میشه. بابا قلب من این گوشه ترکید، شدم این کمپوت. محسن یه ذره گاز بده خب به ماشین. بابا ایتا رو خواهد، من اصلا دنده رو پیدا نمی کنم. چی گاز بده؟ موتور ماشین رو پاکی. تو این کلاجوی میتونی واسه ما بگیری؟ فهم ببین دنده رو میتونی عوض کنی؟ من که توی شرایط تواناییشو ندارم. چطور تواناییشو داشتی که؟ لا. آقا ماشاءالله کار خودته. دنده نیست، پای منه. ای قلبم گاز بده دیگه بابا جان، گاز بده بریم دیگه. ای بابا باید برسه سیو. دکتر تموم کرده؟ تموم کرده بود میبردیم سیو. راست میگی، اونجا میبردیش قبرستون. سکته کرده. اینو از داروخونه پایین بگیرید. بودو نسخه رو دکتر نوشته واسه شازده خانوم، من برم بپیچم؟ پس من؟ پس چی؟ لابو توانه اینم نداری ها؟ مگه پای کاروان نیست؟ پای کاروان نسخه های دکتر؟ ماشالله
عجب مریض خوابیده، بیمارو بگی فرد بیار دیگه. شکرده آقای دکتر. جانم. جونتون بیبله. منم حالم خیلی بده، تپش قلب خیلی شدید دارم، یعنی فکر میکنیم فشارم اومده پایین. من شما رو تا 10 سال دیگه بیمه میکنم. دست شما درد نکنه. حالا تو بیمه بدنه یا شخص ثالث؟ محسن بی برو اجل چشم بیرون، برو بیرون دیگه نمیخوام ببینم. برای حمل و نقل اگه احتیاجی بود ما در خدمت. بفرمایید. دکتر جانه، همسر عزیزم زنده میمونه؟ دوباره میتونم ببینمش؟ فعلا برای شما من دوتا به کمپلکس مینویسم، بزنین خودتون زنده بمونین بعد ببینیم چی میشه. سه تا اتوبوس آدم داره میره سفر، اون وقت ما اینجا راحت و آسوده نشستیم. خیالی نی. الو. سلام داداش، خوبی؟ خانم یواشتر از کانادا سهارهای دوره. یعنی چی؟ همین امشب؟ داداش نمیشه دیرتر بیاد؟ آخه اینجا همه چی قاطی پاتی شده. خب شما زودتر باید به من میگفتی. خب ببینم با هواپیما میاد یا با توپولوف، یه کاریش میکنم. خدا حافظ. گرفتم خانم. همینه کم داشت. چی شده؟ پوپک داره میاد. پوپک دیگه کدوم خریه؟ برادر زادم. آن پوپک خانم، اون که قرار بود 2 هفته دیگه بیاد. چه میدونم، کارش افتاده جلو. ماشالله. شما نمیتونی امشب نری شب دلازیم؟ نه مادرم منتظره میخوانم. آقا ماشالله، شما به مادرت برس، من خودم میرم دنبالش. لازم نکرده، مادرم رو یه کاریش میکنم، خودم میرم دنبالش. همش اصلا قرقاتی شد. بله. بهترم خانم خوبین؟ چی شده بهترم خانم؟ آقا ماشالله. بله. قلبم. آی دکتر شما چند سال بیمهشون کرده بودی؟ پیش میام. ماشالله. پیش میام. ماشالله. آقا ماشالله. با شما کار. بله خانم، بله. جون تو، جون پوپک. چشم. مواظبش باش. چشم. یادتون راحت، جون مام روش. دکتر تموم نکنه. چیزش نیست. اینو منتقلش کنی سی‌سی‌یو. این چون هنوز اینجاست. بیا کمک کنی سرش رو بگیریم ببریمش. تو نمیخواد دست بزنی، خانم پرستان خودش کارش بلده. برو بیرون، تخت چرخ داره. میگم نکنه اصلا رفته بیرون. اونی؟ زالت بکش. پوپک خانم، من ماشالله هستم، از طرف احترام خانم آمدم. پوپک خانم، ریلاکس، دون بوری، آی ام اسپیکینگ انگلیش گود، وی آر فرند یور آنت میسیز احترام خانم. به مام وطن خوش آمده. من انت ما تورید من زوجتی ها؟ انت زوجتی؟ نعم. تبارک الله الاحسن الخالقی. ماذا؟ چی داری میگی بابا؟ خیسکیته. بریم بریم. عذرن کثیرن یا اخی، انا ماشالله شعبانی، بنده حمله دار کاروان سیاحتی هستم. خیلی معذرت میخوام از این که اشتباه شد. انشالله که نایب و زیاره حضرت عالی و بقیه مسلمانان مهمان در کشورمون هستیم. حالا اگر اجازه بفرمایید تا طول آفتاب چیزی نمونده. انت معید فی امان الله. لوپ کلام، ما دنباله یه خانمی میگردیم، کر خانم شماست، اسمش هم پوپکه. من پوپکم. سلام.
پیکان. بله جوانان 56 اولنگش نیست. صندوقو بزن، صندوقو بزن. سلطان جاده است. بذار اول بزرگا رو بذاریم بس. اون درد خودم بیارم. تنها چیزی که از ایران یادمه یکی پیکانه، یکی کله پاچه است. بدم. پایین دیگه پر شد، بقیه‌اش رو بذاریم داخل. پیکانو که جمع شده، ولی کله پاچه هنوز هست. اسمش عوض شده. این شکلی میشه رفت کله پاچه ای؟ دکوره علکیه. میگم تهران هم حسابی عوض شد و خوشگلتر شده هنش. بایستو ببینم خوشگل کیه؟ پنجره تو بده پایی، من نمیشتم. نگاش نکن، فاصله بگی. آقا چرا اینجوری میکنه؟ چیزی نیست، جدی نگیری. Take easy. It isn't problem. چی دارین میگین؟ با هم حرف نزنی. چرا میگی با هم حرف نزنی؟ غیرتیه. غیرتی؟ یعنی ناموس پرست. یعنی چی؟ یعنی شما ناموس، ایشون پرست. حرفای ناموسی میزنی؟ بزن کنار، بزن کنار. یا الله، یا الله. بیا دیگه، بیا. این همه باری که این آورده یه سالی اینجا فکر کنم مهمونه. چه تو کولمون افتاد. کجایی؟ میان الان یه توکه پا رفتم بیرون خرید کنن، زود برمیگرده. نصف شبی؟ پوپک خانم قدر سلامتی خودتون رو بدون. توی کانادا هم سکته میکنن؟ یعنی چی؟ منظورشونه که اونور آب چجوری هست. البته سکته کردن اصولا چیزی از ارزش انسانی به نظر من کم نمیکنه. عمه مرده؟ هنوز نه، سکته کرده. بله. ولی با مساعدت و یاری پزشکان ایرانی که به دانش امروز دنیا مسلطن به حمدالله خطر رفع شد. علی حال در سیسیو زیر نظر حاضق ترین تیم پزشکی ایرانی. اوکی ماشاءالله فهمیدم. ماشاءالله یعنی چی دیگه؟ ببخشید ماشاءالله جان، فردا میریم دیدنشون. من کجا باید بخوابم؟ همینجا. در ضمن اسم من آقا ماشاءالله است. میگم ماشاءالله که بهتره که. بیا بریم بابا. ماشاءالله جونم بد نیست. برو بهت میگم. کفشاتو چرا نکندی؟ از تو بعیده ها. شرمنده شهر. برو ببینم. برو. ماشاءالله. ببینی چی بگیم؟ وای کجا کفشتو بکن؟ اینجا زندگی میکنه. اون چیه دستت گرفتی؟ نجسه، الان زیرش ترشح میکنه. بذار من الان درستش میکنم. بده من. خواهی چیکار کنی با این؟ خواستم ازش عکس بندازم. از اون میخوای عکس بندازی؟ آره، خیلی فیگوراتیوه، ببین. راست میگه، فیگوراتیوه. اون مال مستراست، کسی حق نداره از آفتاب عکس بندازه. باشه، از تام عکس میندازم. چی کار داری میکنی؟ رو تو اون ور بکن محسن. یعنی چی؟ یعنی این که کشف حجاب نکن. کشف حجاب یعنی چی؟ همون استریپتیزه. نه، میخواستم. باشه، هرچی. شما بذار وقتی ما رفتیم تو خلوت خودت هر کاری که دارید خواست بکن.
جلوی ما که درستی، جلوی ما گناهه، درست آقا مشتی داره. بفر نگاه یه میزه آمسته چقدر واسه همهش ناراحت شده دیگه، داشت خوشو میکشی. خاک تو سرش بکنم، من دیرم شده برسم شاب دولازیم صبح شده. خداحافظ. برو به سلامه. بایسا ببینم چی؟ کجا؟ چی کجا میرم؟ بخوابم دیگه. اینجا؟ پا کجا؟ اینجا دیگه تموم شد، اون ممه رو لولو برد، همین الان از بابا تو جمع میکنی میری یه جای دیگه. یعنی چی واسه چی؟ برای اینکه تو مورد داری. مورد چیه؟ مورد خودت خوب میدونی چیه. من اجازه نمیدم پنبه و آتیش زیر یه سقف کنار هم باشن. زیر یه سقف کدومه بابا؟ من پایینم پنبه بالا. به تو هیچ ربطی نداره پنبه کجاست، من غیرتم اجازه نمیده. چرا حرف مفت میزنی؟ من کجا رو دارم برم نصف شبی؟ به من ربطی نداره، من حوصله پدر مادر و شکایت و صد و ده و دادگاه و پزشک قانونی ندارم. همین الان میری یه جای دیگه تا خود احترام خانم از بیمارستان بیاد تکلیفتون رو روشن بکنه. بی خود شلوغش نکن آقا ماشاءالله، من اینجا جمع نمیخورم. تو غلط میکنی. ببین آقا ماشاءالله، یه بار دیگه دست تو صورت من بلند کنی من میدونم تو. بیا حالا چی میگی ها؟ حالا فرزن اصلا من برم غیرت اجازه میده یه دختر تک و تنها تو این خونه بمونه؟ نه. خب منم همینو دارم میگم دیگه، اگه من برم مردی اینجا نیست، کی میخواد اینجا بمونه؟ خب من میمونم اینجا. آه تو میمونی. من میمونم دیگه. تو مورد نداری. واسه ما شده کپسول آتش نشانی. بدبخت پنبه نهیده اف که همه بزرگتری بس رو همه. او چیه؟ بازم موردیه؟ اثر هنری سر جاش نبود، اومدم ورش داره. خب بذار سر جاش. گفتم بذار سر جاش. یعنی چی؟ چرا زور میگی؟ چرا سرش هم کارتو نکردی؟ من معمولا برنامه‌ریزی دراز مدت واسه اینجور کارا ندارم. از امشب دیگه بعد از خاموشی مسترا بی مسترا، فقط تا غروب آفتاب. ای بابا تو همیشه برو ایسکا کردی ها، یعنی چی مگه حکومت نظامیه؟ همین دیگه هست، نمیخوای باید بخوام، میدونی کمیانا کی میتونم برم؟ ابدا. همه ما در مورد این مسائل یک سانی. خیلی خوب رو کنم به کارم برسی. باشه فردا صبح، این موضوع از همین الان لازم و لیشاست، استسلام نداره. باشه فردا صبح میپکم بذار برم به کارم برسم. تحمل کن مثل یک مرد، فردا به خواستت میرسی.
یا نهایتا دو وعده دیگه راه زندگی تو باز میشه. و یه پرنده که داره به سمت تو پرواز میکنه. زیاد داخل نیست. خوبه. ببین چیزایی که بهت میگه تاریخاش مو به مو یادت بمونه همش میشه. بله. کجای آقا ماشالله؟ زهره خانم یک نگاه زیر پات بنداز. پرده رو بزن کنار، دلم آب شد. آقا ماشالله یه دقیقه گوشی. ماشالله هر روز بهتر از دیروز. بیا دیگه. باز داره میخونه؟ آره. نمیدونی شخه با محبت خوش کن؟ یار جلنده توزل ماسه بس کی داری آواز میخونی؟ آواز کجا بود؟ واسه هیچ کس، واسه دل صاحب مرده خودم. زهره خانم تر بکن، خط افتاد روی خط. شیشی میگه آقا ماشالله. برو تو، پشت پنجره و مستا بهت میگم برو تو دیگه. داری خودتو حروم میکنی، اینو ول کن. پسر دایی خانم خسروی رو از دست نده، این صد دفعه. برو. زهر مار چرا میخندی؟ زیدت بود؟ نه خیر، نگاه نکن. ببین ما دست رو نمونه کردی ها، خود که گفتی نمیشناسیش که. خب نشناسم، دلیل نمیشه که تو نگاه بکنی. میگم نگاه نکن، برو. بیارش. برو باش بهت میگم. برو بابا، زود میتونی خوب در نمیخوای ببندی؟ میگم مواظب باش مرد حسابی. عجب آدمی ها. دیوار رو ندیدم قبلیتش، حسم رفت به در. برو دارمش. تو برو تو، برو تو. آمن بره. برو برو این دنره باب کنه. بابا مواظب باش بهت میگم، عجب آدمی هست. حسم رفت به در. خب بابا شلوغش میکنی. ببر بالا. مواظب باش عزیز، مواظب. حل مواظب باش. بخچه؟ من برم بخچه مادرم بیارم. خیلی حل. چی شد؟ در رو کموندی به پام. درد گرفت؟ خیلی قلم شد. کسی ندید. خواهشم این مسئله بین خودمون بمونه، باشه؟ کدوم مسئله ها؟ کدوم مسئله؟ هیچی بابا، کشتین منو، بری. آره، مواظب باش. مواظب باش، مواظب. برو دارمش، برو. مواظب باش. درو به پام. رو تو برگردون بذاریمش اونجا. کجا؟ اونجا بذار رو ما. پوپک خانم، این مادر منه. از امروز آمده اینجا که این مدت که اینجا هستین یک همدم و همزبون داشته باشین. مادر پوپک، پوپک مادر، خوشبختم. خوشبختم. شما رو با هم تنها میذارم. برو بیا دیگه، بیا. درزن، نیم ساعت دیگه به سمت بیمارستان حرکت میکنی. کسی جا نمونه. امیتی، نمیدونم. سلام، نمیدونم. من پوپکم. موش بیانی. چیز متوجه میشه؟ نه خیر، یاسین به گوش خر خوندنه. داقه شمارش به من بده. داره حرف میزنه. ببینم برو کنار، من زبونشو میفهمم. پوپک جون، من اینجا گفت پوپک جون. ماشالله چه بزرگ شدی. هر چقدرم بزرگ بشم بازم کوچیکی شما. بابا داره با پوپک خانم حرف میزنه. خفه شو، یه بار گفتی دیگه. آب آب
نه نه تشنش نیست، منظور نظرش اینه هیچ کس بدون اجازه من آبم نباید بخوره. چشم، خیالتون راحت باشه. اسکل کردی؟ این اصلا حرف زد؟ راست میگه امیتی که اصلا حرف زد. با دهنش حرف نمیزنه، چشماش داره با من حرف میزنه. انتخاب من برای لحظه های زندگی. چیکار داری؟ چی میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ ببخشید آقا، من میخوام برم برج سفید. چجوری باید رفت اونجا؟ پاسداران خانم. بالاخره ناصر خسرو یا برج سفید؟ ناصر خسرو. باید واسه عمت دارو بگیری. باید با محسن میرفتم. من ساعت 11 قرار دارم. با کی؟ با بای فرنده. با چی؟ منظورش بود پسرش. شما بیجا کردی. از این به بعد من مسئول شما هستم. از این برنامه های مبتذلم دیگه خبری نیست. اون ممه سابق رو لولو برد. پوپک در رفت با دو دو مالش، پوپک در رفت با دو دو مالش، به پا نیفتی بشی ماشالله، پوپک در رفت با دو دو مالش. بلیت لطفاً ببخشید، من فرصت نکردم پولمو چنج کنم. ببخشید اگه افتخار بدون من مهمونتون کنم. نه باشه باقیم از داشته تو خوشحال شده خانم. من به اشوی حروف هستم، خوشحال میشه. دیگه مگه تو خواهر مادر نداری خود؟ چی کار میکنی آقا؟ الو زهره خانم، قطع نکن، قطع نکن. پوپک نیامد؟ خودت که وایستادی، اگر آمده بود که میدیدیش. تمرکز ندارم، گفتم شاید آمده من نفهمیدم. میگم نکنه خدای نکرده گرفته باشنه. واسه چی بگیرم؟ یه ممکنه این موقع خلاف کرده باشی. خب گرفته باشنم ولش میکنن. بکی مگه علکیه؟ ول کردن دلیل میخواد. اولا که از خارج اومده، دوم من عکاسه، سوم من قیافش هم که تابیله، عین این دورگیاس. دیگه جاسوس تر از این؟ راست میگی ها. نکنه واقعا جاسوس باشه. واسا ببینم، تو که حرفی نزدی که منافع شخصیمون رو به خطر بیاندازه ها؟ سلام. سلام و مرض. بله. کجا بودی؟ ها؟ این رفتار زشت امروز شما هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه. اگر من الان با شما برخورد قاطع نمی کنم به خاطر شرایط خانوادگیه، وگرنه این کذب غیظ همیشگی نخواهد. چی؟ فعلا انگلیسی کذب غیظ رو بلد نیستم، اما بعدا به شدت با شما مواجهه خواهم کرد. چشم مادر جان،
من باید برم یک جای، زود برمیگردم. شما حواست باشه این دختر از خونه بیرون نره، اصلا و ابدا، فهمیدی؟ خیلی مخلصم. خوبی شما؟ سوسه چی؟ بعدم ننزان بو محسن استردی گده در انزا تز منه زهور. ها؟ چی شد؟ چی گفتی؟ گفتی محسن چی؟ هیچی، خصوصی بود. گفت اگه محسن خواست بره بالا زود به من زنگ بزن. هه؟ یکی بعد موازه به خودش باشه ماده. آقا ناصر دو تا ظرف به ما بده، گلپرم بزن. من باقالا نمیخورم. پس یه ظرف بده، گلپرش هم دوبلش کن. آقا ماشالله من کلی کار دارم تو آرایشگاه، عروس دارم باس برم، چیشی میخوای بگی؟ خب با بود دیگه با زهره خانم. زهره چیشی میگی؟ بگو دیگه. یه چیزی میخوام به شما بگم. بفرمایی. که مطمئنم اگر بگم منو میبخشی. بگم. بگو. گوه خوردم. حالا شما هم بخور. چی؟ باقالی بفرمایی. نگران نباشید. بله گفتن فردا میفرستنشون بخش. صبحم خوبه سلام میرسونه. آقا ماشاءالله که نیستن. مادرشون هستن. میخوایم باشون حرف بزنین؟ بابا بابا حرف میزنین؟ نه حوصله ندارم. سلام میرسونه. یا الله یا الله یا الله. عزیز ببین چه باحالی گرفتم. ببین افتاد. مواظب باش. بفرمایید. به کی سلام رسوندی عزیز؟ به پدر من. شما بی جا کردی سلام مادر من به پدرتون رسوندین. بابام سلام رسوند. ایشون هم ایزن. شما از روشن فکری من سوء استفاده نکنین که بد میبینین ها. اینجا خارج نیست. اینجا مرد نبازن از اینجور رفتارا داره. نه از این حرفا میزنه، نه سلام میرسونه، نه ازدواج میکنه. نمیشه که. پس فقط ازدواج میکنه، اونم عقدی نه صیغه ای. یه صندلی به درد نخور اینجا نداریم؟ بله. توی این خونه من ببینم مردی با یک زن چه فیزیکن چه تلفنن رابطه برقرار بکنه. ماشاءالله. تلفن کیه؟ یه زن. الو. بله سلام علیکم. با کی کار داشتی؟ نه اشتباه گرفتی. من بعداً با شما تماس میگیرم زهره خانم. میگم من بعداً با شما تماس میگیرم. اسمش زهره است؟ نه خیر، از دوستان احترام خانم، نگران سلامتیشه. آخه نمیشه زهره خانم، دم به دم که نمیشه آواز خوند که. به موسیقی علاقه دارن؟ فهمیدن ما هم یه ته صدایی داریم دیگه، گیر افتادیم. بس کن دیگه. میگم نمیشه زهره خانم. بس که پر رو شدی که. الو؟ 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 انترا اینطوری شد چون زدی زمین. دوباره ناراحتت کرد؟ صد دفعه بهت گفتم این آقا ماشاءالله به درد تو نمیخوره. تو باید بری دنبال یه نفر همسن و سال خودت. میخوای به صدای خانم خسروی رو ببینی؟ چی شو؟ زیدی بود؟ بیا برو بیرون. تو بیا برو بیرون دیگه. خب بابا استم استم نداریو. الو؟ الو؟ ببخش ما با آقا ماشالله کار داشتم. ببخشی شما؟ من دوستشم. گوشی؟ ماشالله جان تلفن. من صد دفعه به شما گفتم نه به من بگو ماشالله، نه بگو ماشالله جان. الو؟ بهت میگه ماشالله جان؟ گاهی، اما بیشتر وقتا به هم میگه ماشالله خان. اصلا کیه؟ زهره خانم، صبح من چه دوستی با شما دارم که گفتین دوست منی؟ مگه ما با هم دوست نیستیم؟ دست به این تلفن بزنی یا دستتو قلق میکنم. ای داده میخوام. چرا؟
من منتظر تلفن. الانم دوست احترام خانم زنگ میزنه میبینه ما جواب نمیدیم، نگران میشه، دوباره با من قهر میکنه. ای بابا. پوپک خانم، یه دقیقه بیا. کجایی؟ بیا تو حیاط. الو، زهر خانم. به برق زدی صبح؟ چیکار داری میکنی؟ پوپک خانوم بیه تن بزن ببین چه جوری هست. یعنی چی؟ یه دقیقه بیه بشین اینجا شما. بفر. خوبه؟ فیته؟ بره حل دیگه، راحت میتونی که بروی دستشوی. توالت فرنگی به سبک ایرانی آمادش که هست. چرا هست؟ منتها باید پورتابل باشه که بشه ورش داشت دورو گوشش سر جاش. من آقا ماشالله ایرونی بازی، شما مادر ماشالله خواهم فرنگی کار. تو شغل چیه؟ دیلماجم. ها؟ مترجم. واقعا؟ چی ترجمه کردی؟ در واقع ما این بستای فرهنگی رو که وارد میشن و زینویس فارسی میکنیم، برای جوانایی که زبونشون خوب نیست، برای که دانش روز دنیا عقب نمونن، یه حالی هم کرده باشن، به قول معروف آپگریدشون میکنیم. آپگرید. بله. الان دیگه اینجوری شده دیگه، آموزش و تفریح با هم عجین شده. چی شده؟ عجین یعنی این که دیگه با هم قاطی شده، رفته تو هم، گره خورده. You got it؟ نه. تو اینم نمیدونی یعنی چی؟ بس فورگاتیت. کار شما کار خیلی خوبیه، ولی چه فایده؟ اینجا زیاد به این چیزا اهمیت نمیدن. در واقع ما دگراندیشا در مزیقه ایم. مزیقه هم نمیدونی یعنی چی؟ یعنی تنگنا هستیم. تنگ اپوزیت آف این. پس این فیته فیته دیگه. بله خوب بود. Very very beautiful. چی؟ هیچ. برو کنار دیگه آقا، صد دفعه این تیکری گرفتیم. من به شما چه کار دارم؟ خانومم اینجا کار میکنه، منتظرشم. میگم مبارک باشه. ممنونم. شما دومات هستین؟ بله. منم آقا ماشالله هستم. خوشبخت. میگم چطوره؟ چی چطوره؟ کلن میگم، منظورم سختی هاشه. فشار که زیاده، اما چاره‌ای نیست، باید بسازیم دیگه. امشب دیگه نه؟ بله. عروسی رو میگم. آقا برو کنار. آقا دوباره میگیریم، عروس پشت در حاضر باشه. 3 2 1 بیا. نور خانم. آقا برو کنار. ای بابا اینم کشت ما رو. خوش بابا ماشاءالله، شما هم تو این راتو میگیری شلال میشی، پا میشی میای اینجا. زهره خانم شما اینا رو دیدی؟ بله. ما هم یک ماه دیگه عین اینها میریم خونه بخت، عروسی میگیریم. خانوما تو یک سالن هر کاری که خواستن بکنن، آقایون تو یه سالن دیگه هر کاری که خواستن بکنن، آرامش کامل. بعد شام میدیم، بعد میریم خونه خودمون، آرامش کامل. بعدم صبح میشه دیگه. اکیه آقا ماشالله، بینمون هرچی بوده تموم شده. عشق این دور لوس نشو، جدی گفتم. خب آخه اینا یعنی چی زهره خانم؟ یعنی تموم، یعنی شما هم برو با همون دختر خانمی که بهت میگم ماشالله جون ماشالله جون با اون عروسی کن. زهره خانم اون که علکی بود. حالا یا علکی بود یا راستکی بود، ما اصلا نمیخوام شما واسم راجع به این موضوع توضیح بدی. بعدم فردا شب داره واسه ما خواستگار میاد. خواستگار گوه میخوره بیاد. بله؟ خواستگار حالا کی هست؟ پسر دایی خانم خسروی. زهره خانم. زهره خانم. خب ببین اگه جوابتو نمیده بهش میل بزن. چی بزنم؟ ایمیل بزن. آدرس ایمیلش حتما رو کارت آرایشگاهش هست دیگه.
بلدی بل بزنی؟ معلومه که بلدم، ولی نمیزنم. تو هم بی خود جف سازی نکن. من خدا رو شکر هیچ ارتباطی با کسی ندارم و نخواهم داشت. خب الحمدلله. یاهو راحت‌تر یا برم جیمیل؟ من همه جا راحتم. متولد چه سالی هستی؟ ماشالله شعبانی، فرزند مرحوم علی اکبر، متولد 14 اردیبهشت 1333. میلادیش چی میشه؟ باشه خودم حساب میکنم. پس ایمیلت شد مش 1954 @yahoo.com. فقط یادت باشه آندرلاین دش نیست. بله حواسم هست. پسوردتو وارد کن. نه خیر، شما وارد کن. من ندونم بهتره. نه من ندونم بهتره. پسورد میدونی چیه؟ بله. پسورد یه رمزه که هر کسی باید خودش بدونه. بله دیگه، حالا شما خودت بزن. نمیشه، سیکرته، باید خودتون بزنی. اگر من میتونم برم ایمیلاتون رو چک کنم. اشکالی نداره. بازگشت ندی که اون ماهی تازه سو نه آب هست عشق من عیزو اونه که تو جعبه هست ستاره داری مال داشته خودت نگاه نکنی خوب یاد نداره اما برو برو بینم ای بابا باز که خاموشه این عجب لجبازیه وایسا ببینم چاکه آقا ماشالله به این بچه چی دادی؟ هیچی از این سیدی های کمک آموزشیه میگم پوپای خانم کجاست؟ یه چند تا رفتیم ایمیل زدیم کار داشت رفت ایمیل زد و رفت بله تنهایی؟ الان عصر اینترنته عصر پسورده شما همین جنگل آمازون رو در نظر بگیر دیگه جای میمون و تارزان نیستش که تبدیل شده به یک فروشگاه دیجیتال الان دیگه دوره نیست که بتونی کسی رو تو خونه حبس کنی بله درست نگفتم این موقع گم و گور نشی به حال اینجا رو بلد نیست اصلا کسی دیگه گم نمیشه شما الان هر چی که بخوای میری توی گوگل اونجا هست پیدا میکنی در ضمن من امروز ایمیل واس کردم نه به خاطر اینکه تو گفتی ها به خاطر اینکه خودم خلأش رو توی وجودم حس میکردم mash_at_yahoo.com underline ها دش نیست پسوردم هم همون 1950 پسورد تو چیه؟ آما شال آپگرید شدی ها ولی پسورد تو به کسی نگو گفتن نداری با تا که من از این حرفا ندارم راستی ببینم وقتی پوپک خانم رفت اگر من خواستم برای کسی میل بفرستم شما بلدی؟ نکردم اصلا شما جون بخواه شما جای دایش بزرگ مایی ها زنده باشی من الان تو کامپیوترم فرند دارم تو رم لای فرندام رد میکنم عد میکنی همون یا آقا شلاله که هم با هم فرندیم و شما جای دایش بزرگ مایی دایش کوچیک که چیز ازت بخواد قبول میکنی؟ 100% خیلی نکردم یه ماش بده میدونی چیه واقعیتش اینه که از وقتی که پوپک خانم اومد من یه جورایی چه جوریت بگم بد جور خاطر خوش شدم تو غلط کردی چی گفتی؟ گفتم غلط کردی چه طرز حرف زدنه من دارم راجبی رابطه عاطفی با تو صحبت میکنم احترام خانم پوپک رو دست من سپرده من قلم پای کسی که بخواد رابطه عاطفی یا غیر عاطفی با ایشون داشته باشه میشکنم اه شما خودت چی که زهره خانم رو دوست داری باش تیک میزنی؟ اولا که من اصلا زهر خانوم نمیشناسم ثانیاً نه خیر دوستش ندارم سالسن اصلا به شما چه ربطی داره رابن من سن پدر شما هستم شما هم هر وقت به سن من رسیدی هر خری رو که خواستی دوست داشته باش اصلا فکر نمیکردم اینجوری با من برخورد کنی بی خود فکر نمیکردی تا وقتی که من زندم تو حق نداری با پوپک معاشرت بکنی هر وقت من مردم هر کاری که دلت خواست بکن تو فکر کردی من 2 دقیقه پوپک رو رها کردم دیگه حالا صاحب نداره؟ من عمدن رهاش کردم که 2 دقیقه طعم آرامش رو بچشه اونم به خاطر اینکه در عمل ثابت کرده که از رفتار من سوء استفاده نمی کنه سلام یا الله برو بیرون داره لباس عوض میکنه ازش بپرسون نره خر که شما رو سوار ماشین کرد کی بود بوی فرنگ بوده
بهش بگو من پدر و مادر اون بویفرند رو میارم جلو چشمش. خود شما هم از همین حالا اجازه خروج از این اتاق و عبور و مرور تو صحنه حیات رو ندارین. وگر نه من خودم شخصا زهرم تلفن کرد. زهر غلط کرد تلفن کرد. چی گفت؟ گفت دیگه نمیخواست صداتو بشنوه. امشبم خواستگار داره. شوخی میکرد؟ نه. دایی خانم خسروی کدومتونه؟ منم. چطور؟ بیا بیرون ببینم. ببین بچه دور زهر خانم رو خط میشه وگرنه با من طرفی. حالیت شد؟ چرا جواب نمیدی؟ گفتم شیرفهم شد. آخ 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 نه جون دایسوری سوالش نیست. ماشینم هم تعمیرگاهست. اوضاعم نادخه. حالا بهت زنگ میزنم. کیه نصف شهر؟ هوی چه خبرته؟ مگه اینجا تعمیرت نصف شهر بوق بزنی؟ با منیم؟ بله با شما. ببخشین دوتا زنگ بود نمیدونستم کدوم باید بزنم. پوپک هست؟ فرمایش. بله؟ چی کارش داری؟ چی کارشی؟ دوستشم یه سی دی اکس براش آوردم. لازم نکرده. من خودم منبع سی دی و دی وی دی و فیلم و اکس و همه مسئولیت فرنگی هم. بفهم. باش قرار داره. با تو برده بینم باش قرار داره. سی دی داری بده من خودم بهش میدم. من خوابه. دو دقیقه پیش باش حرف دادم. اومد. پوپک. سامی کی اومدی؟ پوپک خانم خوبیت نداره جلو داره همسایه با غریبه و حرف بزنی. خب بیا تو. تو هم نمیشه بیاد. ما نامحرم را نمیدیم. برو کنار بابا. بیا تو. نمیخواد ادای ماشاءالله رو در بیاری. بیچاره اینجوری بود. هیچی ولش کن. اینا ناموس پرستن. بیا اینم عکسای تخت جمشید و چهل ستون و برج میلاد که خواستی. چه خوب شد آوردیش. بیا بریم تو. نه الان کار دارم. فردا مفصل میبینمت. خب. See me. شما اینجا چیکار میکنی؟ ببین خوشگل پسر دور پوپک خانم رو خیت میکشی. اگه نه همچین اینجا میزنم شتکت میکنم نفهمی از کجا خوردی ها. درست حرف بزنین. من کمربند مشکی دارم. ایشی میریم بابا سیرابی کمربند مشکی دارم. به این محل میگن لیان شامپو. اینجا همچین اینجا خیت میکنم. Oh, you want to push in a car, she's on the
خودکشی ممنون. نظر شما شنونده عزیز درباره این کار چیه؟ خودکشی کار آهنگساز و خواننده این کار رو از زبان خودش بشنوه. خودکشی ممنوع. چی؟ داری خودکشی میکنی؟ میخوای خودت رو راحت کنی ما رو ناراحت؟ مطمئنم حسی که تو داری با احساس من و دیگران. مطمئنم حسی که تو داری با احساسی که من دارم خیلی فرقی ها. دوست دارم از زبان خودت و با صدای خودت. دوست دارم از زبان خودت و با صدای خودت نظرت رو درباره این کار بدونم. در جواب سوال ممنون شما جان. در جواب سوال شما باید بگم که از نظر من خودکشی کار انسان‌های ضعیف برای گریه کردن و یکی دو روزی کافیه. حالا میذاریم آیا ویتامین سی همونه بکنیم درون درد خاک بر سر بیورزت بکنم که از یه سوسول کتک خورد. خدا بهش رحم کرد من خونه نبودم، وگرنه همچین با سر میزدم توی صورتش. آخ دماغم باید نامدی و بی حوازت پیچون. میخواستی اول ازت اجازه بگیره بعد دستت بپیچون. آتیشا از گور این دختره بلند میشه. اصلا من معتقدم زن باید کاملا از سبد خانواده ما حذف بشه. نمیشه که. چرا نمیشه؟ این همه آدم گیاهخوارن، گوشت نمیخورن، سویا جاش میخورن، میمیرن. زن که از گوشت مهمتر نیستش که. چطور خودت فهمیدی واسه زهره خانم خواستگار اومده خون جل چشته گرفت؟ بله، کتمان نمیکنم. یه وابستگی هایی بود ولی تموم شد. زهره برای ماشاءالله مرد. فاتحه. یعنی الان اصلا بهش فکر نمی کنی؟ معلومه که نه. من اونو از دست ندادم که، اون منو از دست داد. تازه الان آزاد شدم، دیگه مال خودمم، میتونم نفس بکشم. دیگه میخوام از این به بعد همش عشق و حال کنم. میدونی عشق و حال چیه؟ آبو بذار جوش بیا، دوتا چای دبش با هم بزنیم حالشو ببریم. یازن اولنده گنز تلنده، یازن اولنده گنز تلنده، چخب لرگنده گزل لالالر، گزل لالالر، 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 لالالر. یاد از آن روزی که بودی زهره یار من، دور از ترشم در کنار من. حالی یا حالی زاید ای نگار من، در شام دار من. آخر کدامی زهره؟ بمیرم برای بچم که اینقدر بیوزد بعد 50 سال هنوز پسر. آقا محسن، میشه با حرف بزنم؟ آقا محسن نادخه، هنوزم خواب. مهمه ها، ما دیگه حرفی با هم نداریم. درد میکنه؟ نه خیلی. ماشال خوابه؟ اول اندش آقا ماشالله، ثانی اندش بره. من با وقتی دیشب معذرت میخوام. ببین پوفک خانوم، ما دیشتر فکر شامونه کردیم، تصمیم خودمونم گرفتیم که چی؟ که زن رو برای همیشه از سبد خانواده حذفش کنیم. این ما نیستیم که شما را از دست دیدیم، این شمایی که ما را از دست دیدیم. حالا هم دیگه میخوایم بریم دنبال عشق و حال خودمون. پس حرفی با هم نداریم، بفرم. آخه مسئله عشقه. بله؟ اگه میشه بریم بیرون.
آقا ماشاءالله نشنوه بهتره. شما یه دو دقیقه دندونو جیگر بذاری من اصلاً میام خدمتتون. من زن تو زندگی اینه اگه کسی کسی رو دوست داره باید بهش بگه. والا چجوری بگم، واقعیتش گفتنش خیلی سخته. همچنین میاد تو که زبونت که بگی انگار دوباره چی قورتش میدی. چرا؟ آدم باید راحت بگه دوست دارم. دوست دارم؟ آره به همین راحتی. اصلا باورم نمیشه. چرا باورت نمیشه؟ اگه نگی دوست دارم ممکنه خیلی دیر باشه. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. سلام سامیش. سلام. بودو بیا. سلام، دستت چطوره؟ درد نمی کنه که؟ سام اصلا نمیخواست دیشب با دعوا کنه. ببخشید خیلی اتفاقی شد. بچه باورتون نمیشه آقا ماشالله دیشب چجوری آواز میخوند. گفتم حالا که ما دوست داشتیم یه کمکی بهش بکنیم. آقا مسارش تو اینجا کی باز میکنه؟ من چی میدونم؟ بخوردی آقا مستر؟ نارم میخورن؟ تو هم کانادا بودی؟ من یه هفته زودتر از پوپک اومدم ولی چون خانوادم شهرستانن اول رفتم اونجا. آب لیمو میدی؟ چی شدی؟ دوستش دارم خیلی. آره. این چیشه؟ این چشه اون چشه نداره. کلب چوبه چشتو ببندی و بخوری. ما از همون بچه شما رو بسته بودیم الان موضوعمون اینه. یعنی شما هیچ سنمی با آقا ماشالله نداری؟ چی؟ نمیخوای زنش بشی؟ نه بابا، من و پوپک قرار نوامبر ازدواج کنیم. الان هم اومدیم ایران که هم یه سری به خانواده‌مون بزنیم، هم یه کمی عکس بگیریم. مبارکه. زهره خانم آقا ماشالله خیلی دوستت داره، عاشقته. دیشب تا صبح با تو بود. وای، با من؟ با توی نمادین. حالا هرچی، میشه تو محل آبرمونو نبر، اینجا محل کارمونه. تو واقعا نمیخوای آقا ماشالله رو ببینی؟ خیلی دلش برات تنگ شده بود. من دلم واسش تنگ شده. ولی اون دلمونو شکونده. این اختلافا برین دوست دختر دوست پسرها طبیعیه. اگه هی میخواید آبرمونو تو محل نبری باشه، بهش بگید ساعت 12 میام دم باقالا فروشی. خداحافظ. خداحافظ. کجا؟ من یه خود حال وزام نادخه. میرم تو شهر تنهایی یه فری بخورم بعدم میرم تعمیرگاه دنبال ماشینم. با اجازه. صبح اول وقت چشمت باز میکنه میبینی معلوم نیست کجا رفتی، چه غلط میکنی. فکر کرد این نفر واسدادم تا ببینی برخورد قاطعانه یعنی چی. دور زمانی شده روز روشن با بویفرند اینا اینزوری، اون وقت من و زهره خانم اونزوری. ماشالله جان، سورپرایز سورپرایز. امروز ساعت دوازده. ولکن ببینم دستمو. ولکن. چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوام اول تو رو بکشم، بعد این بیاورون رو بکشم، بعد خودمو بکشم، بعد این ساختمون آتیش بزنم. خب اگه خودتون رو بکشین که دیگه بعدش نمیتونین خونهتون آتیش بزنی. منو مسخره میکنی؟ میکشمه. شما اگر مردی یقمو ولکن. سامی ولش. اگر مردی یقمو ولش کن. من همین الان میتونم از شما شکایت کنم. شما حق ندارید دست رو ما بلند کنی. بلند میکنم ببینم چی میخواد بگه. ببین آقا من اگه هیچ نمیگم به خاطر اینکه شما از ما بزرگتری یا بویفرند. یه دونه میخوابونم تو گوشت اعلامیه بشی یا برو کنار. آقا ماشاءالله ما به خاطر شما رفته بودیم. بهت میگم برو کنار. بسه. من الان زنگ میزنم به پلیس. بده من ببین تو بیخود میکنی. پای پلیس رو به این خونه باخ بکنی. موبایل چرا اینجوری کردی؟
من موبایل خودم هم شیکوندم، موبایل تو که دیگه چیزی نیست. اصلا شما چه کاری؟ سامی ولش کن بذار ببینم حرف حسابش چیه. حرف حساب من چیه؟ حرف حساب تو چیه؟ ببینم کن ببینم بابا، ببینم کن بابا جان، ببینم دیگه. آقا ماشالله، آقا ماشالله، پاشین مرد. سامی برو، تا ندیدنت برو. من نمیخواستم. میگیرنت، برو. من حالش دارم. سامی برو دیگه. گوشی رو بده من باش حرف بزنم. مگه نمیگی زنده است؟ من تا خودم نبینمش باورم نمیشه. الان میام اونجا. اینجا نه یا اینقدر عصبانی که دوباره ممکنه دعواشه. با کمک همسایه بردیمش خونه محسن. گفتیم مامانش نبینه نگران نشه. آه کنم بلند شد. بعدم بهت زنگ میزنم. خدافظ. پا شدین؟ چه خوب. خیلی ترسیده بودم. چی شد؟ چرا سر من درد میکنه؟ یادتون نیست سرتون خورد به دیوار؟ آها یادتون اومد؟ بله همه چی یادم اومد. گوش کجاست اون ژیگولو؟ کی؟ بویفرند. آها سامی، طفلکی خیلی نگرانتون شده بود تو رابطه من. رابطه دیگه چی میگی تو؟ کجا در میری؟ فکر کردی من بی غیرتم ها؟ یه دونه محکم ترشو برای اون نگه داشتم. کجا رفتی؟ عجله نکن، حواستو جمع کن، چیزی جا نذاری. صدای چی بود؟ در رو قفل کردی؟ مادر نزاده کسی بتونه در رو ماشالله قفل کنه. باز شده یه لعنتیه. کلیدو بده. نه پوپک جان، با زبان خوش خودت کلیدو بده. نمیدم. آخه ترا برای اینکه آدم خودخواهی هستی، دوست داری همه اونجوری که تو فکر میکنی فکر کنن، اونجوری که تو زندگی میکنی زندگی کنن. به خودت اجازه میدی در مورد همه چیز قضاوت کنی. اولش هر چی که گفتی هیچی نگفتم، برای اینکه میخواستم به عقیدت احترام بذارم. گفتم شاید تو هم به عقیده من احترام بذاری. به خودت اجازه دادی که به من توهین کنی، دستور بدی روابطمو محدود کنی، به دوستم بی احترامی کنی. فکر کردی اینا حقته ولی نیست. برات متاسفم آقا ماشاءالله جان. من مجروحم پوپک جان، تو که اینجوری نبودی. من قول میدم بعد از این کمتر با تو برخورد فیزیکی بکنم. دیدی چقدر عوض شدم، تغییر کردم، گذاشتم همه حرفاتو راحت بزنی. حالا میشه درو باز بکنی؟ پوپک رفتی؟ پوپک عزیز، عزیز من اینجا گیر افتادم، بیا درو باز کن. عزیز بیا کمک فرزنده. داد نزن دارم میام. بیا که پسرت گیر افتاده. عزیز، عزیز عزیز، بدبخت شدم. آخ 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 آی 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 پوپک جان، محسن جان، آی 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 عزیز، عزیز ماشاءالله مواظب خودت باش. آی 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 آی
ای 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 ماشاءالله هم گوشی رو بر نمی‌داره. درنگ بر نمی‌داره ببینیم دیگه. محمود آقا یه زحمت بکش این کیف منو بده. 100% این یه چیزی شده به من نمی‌خوام بگم. ماشاءالله هم انقدر بی فکر نبود که به من سر نزنه. خوب هستی شما؟ شما کار داری با من؟ الان تفریح مردم چیه؟ هیچ میان میشینم بستنی میخورن سابق بر این سابق بر این چی؟ هیچ میومدن میشستن بستنی میخوردن میشستین و بستنی میخوردن حیوه بله پوپک خانم شما این؟ کجایی؟ هر جا هست برو پیشش چی شده مگه؟ ای بابا سوراخ کردی دست ما رو خب اینجوری که نمیشه که شما اصلا جایی رو بردیسی شما همون دور میدون حسن آباد باش من خودم 3 سوت دیگه اونجا اینا چیه؟ شماره تلفن. تو همین یه روبه این همه شماره گرفتی؟ هی بر ای بای آدم سا در بیار، اینجا کمتریه محسن احمدی آقا یه جلو با این چه نسبتی داری؟ ما هیچی آقا، ما واقعیتش میخواستیم که فقط سوال منی جواب بده آقا من تازه از کانادا اومدم اتباع خارجی جرمشون سنگین تره من با ایشون هیچ ارتباطی ندارم، با فرندم یکی دیگه است به به، خب دیگه این آقا فرهنگی DVD ترجمه میکنه برای جوانا که هم حال کنن، هم تفریح کنن، عجین شن پس با تو کار داریم موبایل کیه؟ مال ما که نیم مال توه اسلام بک میلیونر چرا دمه در تحویل ندادی؟ چرا اصلا هم اصلا بلد نیستی موبایل دستمو بگیری؟ چرا این موبایل رو دمه در تحویل نمیگیری؟ کلانداری 126 ما رو گرفتم بجو بجو بفهمه پیداش کردم الو؟ چی میگه؟ اشتباه بود خب دوباره بگیرش سلام رسون حالشون خوب بود از شما که میگه اشتباه بود من الان برمیگردم چرا شما این؟ پس کیم؟ پوپک هم؟ هاتون چرا اینجا؟ اینجاست که اینجاست به درک که اینجاست اینقدر حد نزن که اینجاست اون قفل رو بشکر چشم الان اجازه بدی من یه ذره وایسه یکم با عطوفت با عطوفت اون برش گیر داره اینجوری نمیشه اینجوری نمیشه اینجوری پای من میشکنه هی عزیز بابا جان
چی کار میخوای بکنی؟ آی آی میشکنه پا. بابا چرا بزنیش بیرون؟ بابا نمیاد بیرون. خوف کرده. بابا چرا میگم نمیشه؟ یه ذره میگه گد. بابا چرا میگم نمیشه؟ شما دستتون رو بندازین رو شونه من که به پاتون فشار ندم الان درستش میکنه. برو کنار ببینم. بذارین دیگه وضعیتتون بندازین رو شونه من میخوام کمکتون کنم. باشالله ببینیم چی میشه. من الان یه کمی کرم بزنم چرفشه میاد بیرون. حالا تو این هیرو ویری تو این کرم از کجا آوردی؟ پوستم خشکه. خیلی این دیگه خوبه. بابا جان این پاستا این پاستا وایسا یعنی قشنگ نرم شده. بکش آی بابا جان این پاست بکش برو. بابا جان این پاست نو تو بکش برو. اینا واقعا بچگی کرده. خواهش میکنم مساعدت کنید. با مسئولیت بنده اینا رو آزاد کنید. این آقای سام اکبریان با خانم پوپک اسدی چه نسبتی دارن؟ هیچ نسبتی. جوانن دیگه. شما چه نسبتی با خانم پوپک اسدی دارید؟ هیچ نسبتی. من از طرف عمه‌شون رسیدم خدمت. با عمه‌شون چه نسبتی دارید؟ هیچ نسبتی. ما اصلا هیچ کدوم با هم نسبتی نداریم. یعنی چی؟ ما تو کاروانشون ثبت نام کرده. میتونید تحقیق کنید. تو محل ما همه احترام خانم رو میشناسن. اینم که برادرزادشه تازه از کانادا اومده هیچی حالش نیست. علت سفرشون به ایران چیه؟ ما فقط میدونیم که از خارج اومدن. عمه‌شون هم میفرماین که عکس برمی‌داره. انشالله که جاسوس نیستن و برای خدمت به ملتشون اومدن. هر کی از خارج میاد که جاسوس نیست. بس آزادن دیگه. این آقا شغلش چیه؟ این پسر خوبیه. از وقتی مادرشون به رحمت خدا رفت احترام خانم یه اتاق اضافه داشت داد به این که هم مراقبش باشه هم تنها نباشه. سیدی فروشه. فیلماش هم همه رو من دیدم هیچ کدوم صحنه نداره. جام سروان آزادشون کنید. مگه خودتون جوان نداری؟ خودتون سیدی نمیبینی؟ آخ آقا ماشاءالله براتون شایی آوردم. دست شما درد نکنه. بفرمایید. آخ بابا جان یواشتر. ببخشید ببخشید. پوپک به شما نگفت کجا میره؟ من هیچ مسئولیتی در مورد ایشون ندارم بگم. آخه اون هیچ جا رو بلد نیست. به من چه؟ من وظیفم حکم میکرد که بزنم تو گوشش که زدم. شما زدین تو گوش پوپک؟ نه من دستم خورد به گوش پوپک خانم. این تو دلش هیچی نیست. مشاعرشو از دست داده. مثل خودت. دلش یه جای دیگه گیره. میدونم. ببینم. رفتین سر قرار؟ کدوم قرار؟ برو! برو! برو دیگه بابا برو! برو میترسم بابا. برو! خدا بدنده آقا ماشالله. آقا ناصر این خواهرمون که با من میومد اینجا امروز نیامدن؟ چرا زور اومد یکم مون بعدم رفت. چیزی شده؟ بریم کولم کن معطل نکن دیگه. بریم دیگه. ای بابا برو برو. خود زهره خانم گفتن؟ بله گفت دیگه نمیخوام این دورو برا ببینمش. خودتون رو علاف نکنین. اون خواستگار داره. تلفنشون که جواب نمیده. میشه از طرف من از ایشون خواهش کنین یک بار دیگه هم دیگه رو ببینیم؟ نه. فکر کنی رفت به زهره خانم بگه؟ نه. پس چرا رفت؟ من چه میدونم چرا رفت؟ کمرم درد گرفت. حالا کجا بریم؟ بریم به جهنم. پوپک کجاست؟ من چه میدونم پوپک کجاست؟ به من چه که پوپک کجاست؟ به من چه که زهره کجاست؟ به من دیگه احترام کجاست؟ اصلا مرد و شور همه شنو ببرن. اصلا همون بهتر که بره با پسردائی خانم خسروی ازدواج کنه. به من چه؟ من دیگه با هیچ کدومشون کاری ندارم. آقا ماشالله پیشمون میموندی. عادت کرده بودیم بهتون. دیگه به سلامت خود احترام خانومم برگشتن. ما وظیفمون حفظ امانت بود که ماشالله خیلی زحمت کشیدی. مادرم اذیت شد. نه من راجع به آقا سامم تحقیق کردم. پسر سالمیه. اهل چیزی نیست. اعتیادم نداره. پوپک خانومم دختر خوبیه.
بالاخره تون هدفش ازدواج بوده، یکم بویفرند، حالا اشکالی نداره. ما هم با زهر خانم هدفمون ازدواج بود، ولی خب لیاقتشو نداشت. ماشاءالله خان داری میری؟ بله، راه رفتنی رو باید رفت. مخلصم مادر جون. برو بچه، برو برو، دیگه تعطیله. ما دیگه گذاشتیم کنار. احسن احسن، خدا حافظ همگی. آقا تعطیل ها، چی کار داری میکنی شما؟ الان تموم میشه، سرعت پایینه. سنجش کن. سلام. سلام. احترام خانم تموم کرده؟ تموم کرد؟ لالمونی گرفتی چرا؟ آقا ماشالله، آقا ماشالله. شما به زهره خانم ایمیل زدین؟ نه خیر، من برای هیچ کسی ایمیل نفرستادم. چرا؟ خودم دیدم 117 تا اومده. من فکر کردم سنت نمیشه. چرا؟ سنت شده بود، ولی همشون خالی بود. من پر فرستادم، حتما مطالب داخلشو فیلتری کردم. مگه توش چی نوشته بودین؟ به شما هیچ ربطی نداره، زهره خانم خودشون میدونن. ولی آقا ماشاءالله، ما هم خالیاشو بیشتر دوست داشتم، مثل خودت بود، صاف و یه دست. بیا اینجا ببینم. چرا؟ بیا اینجا. ده میگم بیا اینجا دیگه. بیا ببینم. چرا اونو میبوسه؟ الان من هنوز به زهر خانم نامحرمم. آسیاب به نوبت. پیدا نشد. بدین وسیله از همه عزیزانی که به مجلس ازدواج این حقیر و زهره خانم تشریف آوردن تشکر می نمایم. انشالله بعد از صرف غذا همگی با مینی بوس عازم مشهد مقدس می شیم. سمی آقا ماشالله، بیا اینو مر با حال تره. کجا میری؟ مگه مرد توی زنانه میره؟ زن تو مردانه چیکار میکنه؟ برو الان دوباره عصبانی میشه. نه بابا دیگه تموم شد، من ازدواج کردم دیگه. کرکو پره بوندی. پس بیاییم بریم اون وزار خانم منتظره. ماشالله 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 ماشالله. یه نسی میرم زود برمیگردم با اجازه. من هم با اجازه. الو، سلام. خوبی؟ ماشالله. تلفن کیه؟ الو، سلام عرض کردم. شما سلام دایی جان، حال شما؟ سلامت باشی، مبارک شما هم باشی. به سلامتی. کی؟ فریبا خانم؟ وای، فریبا دیگه کیه؟ دختر دایی کوچیکم، امشب از مالزی میاد. بله، نه دایی جان، نمیتونم. دایی جان، امشب داریم میریم مشهد. بله، ماه عسل. نه دایی جان، کسی نیست بتونم بفرستم دنبالش. بده ببینم. الو، من خودم یکی رو میفرستم دنبالش.
خدا زهره جون بهتون تبریک میگم. آقا ماشاءالله خیلی مهربونه، مسئول، ساده. فقط خیلی سنگینن. گاهی یهو عصبانی میشه. ای بوی فرند ریخو. ولی عصبانیتش که زود تموم میشه، اما مهربونش هیچ وقت تموم نمیشه. بله، بله، بله. بفرمایید. بفرمایید. سلام. سلام. برو پایین یه سر به محسن بگو خودتو لوس نکن، پاش بیا بالا عروسیه. شبم باید بره دختر دایی ماشاءالله از فرودگاه بیاره ها. ببین چجوری به زهره نگاه میکنه، هم مواظبشه هم عاشقش. آذری ها همه شون همینطورن، به فکر و زن و زندگیشونه. آقای شما مازری هم؟ کاش بود. آماده؟ بخندین؟ عروس خانم خوشحال؟ محسن؟ زهره ما ناراحتی؟ به تو چه؟ تو رو سنه نه. احترام خانم گفت امشب باید بری فرودگاه دنبال دختر دایی آقا ماشاءالله. چیزی رو توپوت میکنه، بیا تو بینه. قضیه این دختر دایی چی جوری هست؟ احترام خانم گفت امشب. چی شده؟ سامی، محسن، بیای بالا. مادر آقا ماشاءالله قش کرده، باید ببریمش بیمارستان. بودیم بیم بالا. زود باش بابا جان، زود باش. آخ ماشاءالله این که دیگه مادرت نامحرم که نیست، حمالی بنوز کولت ببرش. تو نمیخواد حرف بزنی، سر بعد تو رو بگی ببری. خب آخه اینجوری که نمیشه. این جای مادری من مینزم خودم میبرم. دستت به مادر من بخوره، پدرت رو میارم جلو. واسه چی میزنی؟ سر بعد تو رو بگی زود باش. شما حق نداره منو ببرش. شما درست میگی. ای دست رو من بالا میکنه آخه. باشه، حالا ببریم ایشونو. بابا جان بیا ببر. زود باش. یواش یواش. دست رو هم بلند میکنه. این بابا تو که تواناییش نداری غلط میکنی. بیا بابا کسی ندید که بگی کسی ندید مگه من کورم. بیا بابا بگیری پس بگیری بابا موازم باشه بگیر. نه بابا عصبانیت هم داره دیگه. بابا زود باشی بیاین دیگه.